درود به شما شنوندگان عزیز، شما به رادیوی جهانی پارس گوش می دهید. در این قسمت برنامه خلقت تازه پخش خواهد شد. شما می توانید در طول پخش این برنامه از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم. اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستدارتون سارا رو بپذیرید. تا به حال در زندگی چند مرتبه شما در قلبتون حسرت دیگران رو خوردین و یا دیگران حسرت شما رو خوردن؟ یک چیزی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. پدر آسمانی هیچ بشری رو بدون استعداد نیافریده. به هر یک کسی یک استعدادی رو داده و از اون شخصم خواسته که اون استعداد به خصوص رو در راه خود پدر آسمانی به کار ببره. خیلی ها از من این سوال رو کردن. من هیچ کاری بلد نیستم و نمیدونم در چه چیزی استعداد دارم. نه بلدم بدوزم، نه بلدم ببافم، نه کاری از من برمیاد. پس چه استعدادی دارم من؟ همیشه به اونا گفتم که آیا شما قادر به صحبت کردن و یا راه رفتن هستید؟ اونم خودش یک استعدادیه. منظور از آیه بالا اینه که اگر هر کسی وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام بده، اونگاه از کار خودش رضایت حاصل خواهد کرد و دیگر نیازی نخواهد داشت که خودش رو با دیگران مقایسه کنه. یکی از دلایلی که بشر خودش رو با دیگران مقایسه میکنه اینه که کامل نیست. در وجود تمام انسان‌ها نقاط ضعف وجود داره و نمیخواد اون نقاط ضعف رو به دیگری نشون بده و چون نمیخواد خودش رو هم از دیگری دست کم بدونه و به خاطر حسرت و حسادت اختلافات بسیاری به وجود میاره و پولس رسول فرموده با محبت برادران یک دیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام نمایید. من تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می دارم. مبادا چون دیگران را وعظ نمودم خود محروم شوم. اصل مطلب اینه که وقتی که خودت رو با دیگران مقایسه کنی، خودت رو پایین آوردی. در واقع نفس خودت رو شکستی و احساس کمبود می کنی و خیلی منفی می شی. پدر آسمانی هیچ کدام از بندگانش رو خار و زبون نیافریده. شیطان سعی می کنه که فرزندان پدر آسمانی رو خار و زبون رو منفی کنه، چون خودش هم خار و هم زبون و هم منفیه. و دلیل این که از بهش رانده شد این بود که خودش رو با قادر مطلق مقایسه کرد. و پولس رسول فرموده است: زیرا با آن فیضی که به من عطا شده است، هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. پدر آسمانی قبل از اینکه ما به دنیا بیایم، راه زندگی ما رو برای ما تعیین کرده، ولی جزئیات زندگی ما را هم به ما نخواهد گفت. در این مورد از او بسیار سپاسگزارم. او میدونست که بشر تحمل جزئیات زندگی شخصی خودش رو نداره و کتاب مقدس گفته کاهل مشوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند. از یک طرف کتاب آسمانی گفته که خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید، ولی از طرف دیگه هم گفته در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید، بلکه با شور و شوق فراوان از مردان خدا نمونه بگیرید.
مردانی که با صبر زیاد و ایمان قوی به تمام وعده‌های خدا دست پیدا کردند. ما انسان‌ها از پدر آسمانی که بالاتر نیستیم. با تمام بدی‌ها، با تمام زشتی‌هایی که در وجود ما هست، بازم پدر آسمانی ما رو دوست داره. چرا؟ چون ما رو مثل خودش آفریده و نسبت به همه ما محبت داره و به خاطر محبتی رو که نسبت به ما داره، عیسی یگانه پسرش رو به خاطر کارهای زشت و ناپسند ما بر روی صلیب مصلوب کرد تا گناهان ما از بین بره. و پولس رسول فرموده: همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد تا گناهان من را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. در زمانی که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، یعنی اینکه ما بر ضد خدای قادر مطلق رفتار میکنیم و اونم خودش گناهیه. چون پدر آسمانی قبل از اینکه ما پامون رو به این دنیا بگذاریم، سرنوشت زندگی ما رو مشخص کرده و اگرم اتفاقی در زندگی ما افتاده، اون اشتباهات از خود ما بوده. و یه سوال دیگه پیش میاد: چرا پدر آسمانی اجازه داده ما عزیزمون رو از دست بدیم؟ در این دنیا هر کسی برای زندگی کردن یک وقت و یک موقعی داره و سلیمان نبی فرموده برای هر چیزی زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی برای ولادت، وقتی برای موت، وقتی برای قتل و وقتی برای شفا، وقتی برای منهدم ساختن و وقتی برای بنا نمودن، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص. هیچ کار پدر آسمانی بدون دلیل و منظور نیست. در زمانی که ما عصبانی هستیم و وجودمون پر از غم و غصه است، نباید دست رد به پدر آسمانیمون بزنیم. اشتباه نکنید، خدای ما زنده است و او قادر مطلقه. عیسی تمام احساسات ما را درک میکنه و میفهمه. او حتی تمام احتیاجات ما را هم میدونه. چون در زمانی که پدر آسمانی خودش را به شکل یک انسان کرد و به این جهان اومد، خودش هم با غم و غصه و درد و ناراحتی از این دنیا رفت، ولی بعد از 3 روز دوباره زنده شد. ولی تا زمانی که در این جهان بود، عشق و محبتش رو به همه نشون داد و از ما میخواد به جای اینکه ما حسرت دیگران رو بخوریم و زندگی خودمان رو با دیگران محک بزنیم و به خاطر چیزهای ناقابل و بی ارزش خودمون رو ناراحت کنیم، کنترل زندگیمون رو به دست عیسی بدیم و به راهی رو که او برای ما مشخص کرده ادامه بدیم. و پولس رسول فرموده: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898 تکرار می کنم 2031-638-9898 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.
گنج‌های دنیا نیست شوند، عزیزان مرا ترکویند، من در عیسی شادمانم، چون او را دارم، چون او را دارم. من از آن عیسی هستم، دیگه چیزی را نخواهم، دائم هم بشنا سرایم، چه آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. ذات دنیا سرآب است، سر تا سر راه ظلمت است، نور و حیاتم مسیح است، چون در او هستم، چون در او هستم. من از آن عیسی هستم، دیگر چیزی را نخواهم، دائم هم دشت را سرایم، که عظیمی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم. فیض بیکران عیسی، بخشید نجات به دنیا، آشکار کرده خدا را، تو بی همتایی، تو بی همتایی. من از آن عیسی هستم، دیگر چیزی را نخواهم، سرایم، چه عظیمی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی. آزاد شدم، نجات یافتم، شادمانم عیسی.